فستیوال فوتبال تحت نام گراسرود با معیارهای جهانی میان 200 ورزشکار دختر و پسر برگزار شد که در بخش قوانین و حرکات بازی فوتبال به شرکت کنندگان آموزش داده شد. به گفته ورزشکاران، این بار نخست است که در فستیوال فوتبال شرکت کردند و چیزهایی را آموختن که در گذشته نمیفهمیدند. تر که ما بتوانیم در اینجا بازی کنیم، من با بسیار خوش است. من فوتبال بازی میکنم، مرا بسیار خوش میآید بازی فوتبال. یگانه من آرزو دارم که فوتبال بازی کنم و همیشه خوش دارم که در اینجا باشم. در عین حال علی اسکر لالی، مدرس شورای جهانی فوتبال برای افغانستان، میگوید در افغانستان استعدادهای خوبی وجود دارد که تا حال استفاده نشده. با گفته وای، اگر مشکل نبود مربیان مسلکی در افغانستان برطرف گردد، بدون شک ورزشکاران افغان در آینده نزدیک در آسیا و جهان جای خود را پیدا خواهند نمود. ما یک چیز بسیار کوچک برتون تایید دیدیم. اطفال باید از همین سنین تربیه شوند، مراحل مختلف تربیه را بر فوتبال طی کنند، مرحله تعداد گذاری، مرحله شکل دهی به صفت فوتبالر و مراحل نهایی که از ایشان یک فوتبالر جور میشه، همین مراحل باید طی شود تا اینا بتوانند فوتبالر خوب باشند. از سوی دیگر 35 تن از مربیان ولایات مختلف افغانستان با همکاری فیفا آموزش دیدند. فانوس از جمله مربیان است که میگوید ورزشکاران اوناس هنوز نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند و چیزهایی را که آموختند با دیگران خواهند رسانید. در افغانستان گپ بزرگ است که یک دختر به مکتب می رود. فوتبال را در جایش بگذار. اکثرا میگویند که فوتبال بازی پسران است. دختران چی کار دارند؟ قابل به ذکر است که فدراسیون فوتبال افغانستان در نظر دارد برنامه آموزشی گراسرود یا فوتبال پایه را در تمامی ولایت افغانستان آغاز نماید. وحیدالله فیض هاپی، تلویزیون آشنا، کابل.